الرحیم و عظیم الوزن بالقسط و لا تقصر المیزان. ما کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره ایران بیایید همینجا پشت بیایید آقا متحده سلام می‌کنم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و روز در برنامه چشم انداز ها. سلام به شما تغییر عزیز. من هم همینطور به خود و بینندگان عزیز سلام دارم. روز 14 مرداد رئیسی به عنوان رئیس جمهور حکومت اسلامی در 13 دورش مراسم تحلیف رو در مجلس به جا میاره. پیش از اون در مراسم تنفیذی خامنه ای او رو عنوان مدیری مدبر و دانا و آگاه و بسیاری از خصوصیت های دیگه در واقع ستود و مرحله به اصطلاح دوم انقلاب اسلامی از امروز آغاز میشه. همزمانی 14 مرداد روز مشروطیت و که روز در واقع محدود کردن قدرت شاه و خدا بود و رأی مردم مشروط کردنش در شرایطی که مرحله دوم انقلاب اسلامی آغاز میشه و در واقع کاملا حق مردم سلب داره میشه رسمیت پیدا میکنه معنای ویژه‌ای داره. در این حال در این هفته ما شاهد محکوم کردن ناهید طغوی، سمیه کارگر، بهاری سلیمانی، نازنین محمد نژاد و مهران رؤوف بودیم از فعالان کارگری به 38 سال زندان و دستگیری های بسیار بسیار وسیع در خوزستان که حداقل 361 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر لیستشون اعلام شده و در این حال کشتارهای وحشتناک کرونا و نزدیک شدن به موج ششم آن در آخرین روز حداقل 400 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادند و 40,000 نفر ابتلا پیدا کردند و همچنان مسئله واکسیناسیون هم به واسطه ممنوعیت و حرام دانستنش توسط رهبر حکومت اسلامی و هم به واسطه ناکارآمدی حکومت اسلامی در واقع جانهای فراوان میگیره و میشه گفت که این کارنامه سیاه و تاریک دولت روحانی پس از 8 سال یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌هایی بوده که هر رئیس جمهوری بر جای گذاشته. کارنامه 8 ساله، بررسی کارنامه 8 ساله میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در این هفته میتونیم با هم گفتگو کنیم. در این حال مسئله افغانستان و هجوم طالبان و گرفتن شهرها توسط این گروه مخوف جنایتکار و آدمخوار و قتل عام‌های گسترده و ایجاد وحشت یکی از موضوعاتیه که بسیارانی در راه به اون چشم دوختن و بحران هسته‌ای، بن‌بست در اون و موضع حکومت اسلامی و فشارهایی که غرب در این رابطه بر میاره و حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان موضوعاتیه که در این هفته در واقع در صدر اخبار بوده. اما از مراسم تنفیذ رئیسی آغاز کنیم و دوره‌ای که این رئیس 13 رئیس جمهور حکومت اسلامی میخواد اجرا کنه و دوره دومی از به اصطلاح انقلاب اسلامی. ارزیابی شما از این تنفیذ، از این آغاز در این دوره بحران‌ها چه هست؟ ببینید اون که خامنه‌ای صحبت‌های که کرد و اون توصیفات و تعابیری که به کار برد برای رئیسی
کاملا روشن بود که اون چیزی که مرادش بوده، هدف و میلش از صندوق بوده، اون اومده بیرون. یعنی کاملا روشن بود که از لجنات، از سخنان، از واژگان که چقدر راضی هست از این مهندسی که صورت گرفته. خب این که واقعیتیست. از این طرف دیگه نه از وارونم میزد خامنه‌ای. خب این ریا و تظاهر هم بخشی از در واقع سیاست بازی و سیاست مداری اینا محصول شده. سیاست معنیش همینه که بگم که تو مردم به این رأی دادن. حالا قبلا میگفت حماسه حماسه، در چه خود در رئیسی بارها حماسه رو بکار برد، ولی خامنه‌ای در اینجا برای حماسه رو بکار نبرد. بارها در گذشته بکار برده بود و توت سربالایی بود که برحال در اقلیت بودن. این که روشن شد این نمایش این جامعه کاملا که خودکی شده بود و حالتهای بینابین هم بودید نداشت. جامعه کاملا سیاسی شده، سفارایی شده شده، حالا یا موافق یا مخالف، برحال بخشی که اونجا شرکت کردن حتی با طبق آمار رسمی رژیم اقلیت داشتن. و این با توجه به گذشته تا کنونی رژیم که خود اکثریت اعلام میکرد در منبع آمارهاش، خودش این شکست بزرگی بود. و چون جامعه دو قطبی شدیم، رفراندومی بود، رفراندوم عملی و رفراندومی که از این رفراندوم واقعی خیلی قیامتهای بیشتری داشت و بازتهای بیشتری داشت. خب خامنه‌ای در چنین شرایطی در این حال نعل وارونه هم میزد. نعل وارونهش هم این بود که چون مردم تو رو اصلا برگزیدند من تنبیه میکنم، در حالی که دقیقا مسئله عکس شده و مردم هم با تمام اصلا درکشون و تجربهشون، تجربه زندگیشون رو لمس میکردن که چگونه این برگزیده شده، چگونه از صندوق برگزیده شده و حتی بحثای از حکومت خود به سهامیانشون اصلاح طلبات یه چیزی از بحث اتجاه رو پذیرفتن که به هر حال اون نوع رفتار شورای نگهبان دیگه تغییری براشون نداشت که این قبلا قرار بوده بیرون بیاد و حالا کسایی مثل علی جاینام همه اوکی شد و بقیه آدم هست بنابراین همه برید کنار که این میخواد بیاد تو صحنه. خب رئیسی در این حال که این ماجرا داره، یعنی برگزیده هست و نظر اقلیت داره، فقط تازه تیزم که اون آمارها همه درست بشن که برگزار کنده چون خود رژیمه و مدیریتی این هم معلوم میشستن چقدر ایش واقعیه و به احتمال خیلی زیاد بگیم آف میشستن، ولی محاضا با همین آمارهای رسمی که در واقع اون مارک اقلیت و پیشانیش خورده اومدن. حالا تحت عنوان این که گزینش مردم بوده، در واقع یک نوع ریاکاری و اوج ریاکاری است که خامنه‌ای بهش متوسل شده. این یک طرف قضیه است. یک طرف همینه که رئیسی در واقع وقتی میاد روی صحنه، ما شاهد این هستیم که مثل بسیار میگن که سالی که نکوست از بهار از پیداست، میبینیم که با انواع شدید بحران‌های شدید در واقع در امریکا. ولی تصادفی نیست، جالبیش همینه که تصادفی نیست. این اومدنش در واقع یک نقطه جدید و جهش جدید در این آنکه خامنه‌ای اونجا گفتید جهش تولی میخوان ایجاد کنیم، همه شرایط آماده است، ولی بازم یک دروغ بزرگی فقط برای امید دادن و روحی دادن به حامیانه. به خاطر اینکه خود خامنه‌ای بهتر از همه میدونه که بحران ها همه جانبه محاصره شده، رژیم رسید این بحران ها هر روز هم عباد جدید پیدا میکنه. کما اینکه مثل آمارهایی که در مورد تورم داده خود رئیس اصلا گفته و همین صحبت هایی که کرد که با 48% 48% این هست با نمیدونم 600-500 میلیارد هزار میلیارد تصدیب بوده، یعنی نصف بیگه در خواهی تصدیب کرد با فشارهای دیگه و مسائل دیگه که اسم برده اونجا جلوی خود روحانی و جلوی خامنه‌ای. من چنین دولت رو دارم تحریف میگیرم، ولی در این حال میخوام موجزه بکنم برنامه های پروژه رای داده که خود خامنه‌ای رو داره تحریفش کرد، گفتش که اینا به سادگی هم به دست نمیاره، ولی خب خواست اینو فقط
این که مثلا خیلی زبخ مطرح نشه را اگه بهش گفت. پس بنابراین مسئله این که هست که در درجه اول ما با تعلیق مذاکرات هسته‌ای عنوان پیشباز رفتن از قبل مواجه هست. یعنی نیرژی در واقع کلید و چرخون خاموش کرد مذاکرات رو بخاطر اینکه این حضرت آقا داره این رو میاره رو سر برنامه جدیدی چیز جدیدی رو هوا میکنه. این یک مسئله بود که مسئله دوم هم صیانت بود، صیانتی که از فضای مثلا مجازی صحبت میکنم و این همه سرسلان رو نخطه که از اون به معنی هستی در قرد میگیدی که اون یه دوره خودتون یه دیواری که در زمان چین خب میگوزن دیوار چین ولی دیوار که در قرد میشه سودای ایناست در قرد دارم میکشن چنان به اصطلاح پر آبتاب چنان پر مسئله هست که حتی خودشون مطمئن اصلا اقتصاد ما رو همین موضوع رو ایران تر میکنه. بسیاری از روابط به اصطلاح موجود و وضعیت موجود رو هم به مراتب وخیم تر میکنه. یعنی اینو خیلی با اطلاعات و آمار همه اینا مطرح کردن که چقدر مثلا در اینستاگرام در ایلیام در جاهای دیگه اقتصاد مثلا منتقل شده بخونی در دوره کرونا و در دوره تحریم این عرصه و چگونه خفه کردن اینها و چه افعال نجومی میتونه تورم اینها رو باستا بده. الان هم تمام کارشناسا مطرح میکنن که همین پایان سال اصلا با 20% تورم حتی اقل نسبت به حالا که خوبی درصد مواجهه بعضی بینز ایرانی شدن اقتصاد ایران و تحقیلی که هست در دوره بسیارت. پس بنابراین مسئله دوم که همراه با این مردم یعنی وقتی مثلا یه حوادث بزرگی که همزمان با این اتفاق نمیده حالا میخونی ازم خبر از صحنه های آینده میده از چه تحولاتی که پیش آفیش داریم یه یعنی فرش قیمتی که معمولا جلوی رؤسای جدید انتخاباتی که پهن میکنم و اینا میخوان به دروغ مثلا یه چیزی نمایشی هم گذاشتن یه دعوت هایی کردن از اخشای از جهان از احزاب از این ورون و که بسید در کمتری نکنست در دروغ اشتهای های خودش در واقع این فرش قیمت فرش بحران هست در این یعنی در این دوره فرش قیمتی از بحران ها مفتوح شده که اصلا معلوم نیست دامنش کجا. از یکم مسئله همین سیانتی یکم مسئله همین حمله به کشتی هاست که این روزها مسئله داغ روزه و اساسا همه رو تعجب آور بوده. یعنی این کس باور نمی کرده که چنین بی مهابا حکومت اسلامی دست به این اقدامات در این لحظات بزن. توی این شرایط که به قول شما بی مهابا در واقع حکومت اسلامی دست به این حملات نابخردانه میزنه به کشتی اسرائیلی توی شرایطی که در واقع مسئله سیاست باشگاهی اتمی به یک سیاست رسمی تبدیل شده و سیاست در واقع همین خشونت اوریان در داخل، ما شاهدیم که آقای آمریکا آمورا داره میاد برای همین مراسم تحلیل در این حال که بسیار مقام پایین تری نسبت به دوره مثلا روحانی و حتی دوره رفسنجانی شخصیت های در واقع سطح پایین تری از اروپا وارد شدن، اما خود حضور این باعث یک اعتراضات گسترده ای شد و در این حال ما شاهدیم که اروپا و آمریکا فشار دارن میارن که هرچه زودتر ایران جمهوری اسلامی به میز مذاکرات برگرده و این در شرایطی که خود خامنه ای اولین صحبتی رو که در جمعند 8 سالی حکومت روحانی زد این بود که به دشمن نباید در واقع اعتماد کرد، به غرب نباید اعتماد کرد، از اولم به اصطلاح همینه و سیاست در واقع پرداختن به داخل تا حد زیادی نگاه به شرق رو در واقع تا حد زیادی سیاست عمومی حکومت میشه در دوره‌ای که خواهد آمد. این سیاست چقدر میتونه در واقع دو مسئله رو بحرانی تر کنه با نگاهی به کارنامه 8 سالی روحانی که جزی از کارنامه 40 سالی حکومت اسلامی و خصوصا شخص علی خامنه‌ای هست؟ بله، این بحران آفرین ها همزمان با عروج رئیسی به مرحله جدید تصادفی نیست. یعنی خود اونهایی که رئیسی رو به صحنه آوردن همونها این بحران رو به وجود آوردن. یعنی
دوتا نهاد بسیار در تقابل موازی یا مثلا تصادف اینطوری نیست، بلکه آگاهانه سنجیده اینا سازمان ده. حتی فقط کشتی اسرائیلی نیست، معروف شد که 4-5 کشتی دیگر همزمان دستاندازی شده و بعد نمایش قدرت مثلا شده و بعد دوباره پس نشستن. یعنی اصلا حالت فوق‌العاده است اتفاق میفته. کشورهای انگلیس، آمریکا، اروپا، رومانی جمع میشدن که اصلا میدونن با این امنیتی که به هم ریخته، امنیت دریایی چه برنامه هست، چه دوز فلکی هست، رژیم میخواد چه بکنه، کاملا نگران بودن که یک اقدامات که مثلا اگه لازم بشه وسیع‌تر انجام بدن. یعنی اصلا مسئله شد مورد بررسی قرار گرفت مثل بخش های مختلف قدرت های بزرگ منطقه. خب نتیجه شد که مثلا اسرائیل اعلام کرده که بلافاصله وزیر جنگ شد با آماده جنگ هسته و ایران هم در عرض 10 هفته میرسه به تولید سلاح هسته‌ای و در واقع وسائل و ابزارهای اون منظور اینه میرسه. و به همین دلیل بعد بلافاصله شورای امنیت جلسه فوق‌العاده تشکیل بده و خیلی تلاش کردن و ایران هم توی نامه بلافاصله بعدش نوشت و بده یعنی که به طور زمینی هم بخواستن از مزایای این حملات به کشتان استفاده کنن. فرمانده ها نظامی روزنامه های بسلا افراطی اومدن استیهان غیره این وطن امروز اینا ولی گفتن به به شما زدی که ما میزنیم به اسلاحی این جنگ خاموشی بوده که الان به طور نسبی داره علمی میشه و این جنگ قبلا هم بوده از مدتها پیش رو شده الان دور جدید ولی تقارنش با اون در واقع تنفیز و برآمدی که بسیار رئیسی جدید رو اووردن رئیسی رو که این تصادفی میشه. این به معنی این است که رژیم میخواد از این کانال بازگیری بیشتر بکنه. حتی مذاکرات هسته‌ای بی تاثیر نیست چون الان همه منتظرن ببینن که رژیم چی میخواد بکنه. اینا خوب بلومبست رسیده بود شرکت در اون مذاکرات به معنی ادامه مسیر به ناگزیر بود، چون همه قدرت ها اومدن پنج به اضافه همه شون از جواب خانه مختلف برای برنامه ای رو تنظیم میکنن و ایجا بعد اون امضا کنه بره پیش. ولی چگونه میشه جلوی اینها رو گرفت؟ خب طبیعتا حکومت اسلامی این بحران ها رو آفرید که اینجا بتونه در واقع کارشکنی کنه و از موضع به اصطلاح بالا صحبت کنه. یعنی دور قبلی نمیتونست به همون سطح ادامه پیدا کنه در دور جدید با توجه به موضعی که نداره. به همین دلیل باید با بحران آفرینی هم راه میشه و شروع و میکنن. پس بنابراین تاثیرات خیلی مخربی میذاره بر در واقع شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و از نظر به خصوص مناسبات منطقه‌ای و اسرائیل اینها حالتهای اصلا میدونیم دیگه پرخاش جنگی داره بیشتر میشه، یعنی داره اتفاق میفته، یعنی تعدادش بیشتر میشه، حمله به کشتیها زیاد میشه و حمله نقل منطقه‌ای دریایی اونجا با خطر مواجه میشه و اینها نهایتا تأثیرات بسیار مخربی در موضوع گیری کشورهای نماینده اتحادیه اروپا حکومت منتها در یک شرایط خاصی البته زیر فشار عهد بین‌الملل نهادهای حقوق بشر افکار داخلی ایران افکار بین‌الملل قرار گرفت که در شرایطی که به اصطلاح عضو هیئت مرگ داره میاد کاسون باید پرونده رو فعال کنه دارا رفتید اینکه مثلا میخواد چه بکنید. ولی حکومت اسلامی و حتی دولت آمریکا علی‌رغم بسیار تهدیدها که با پاسخ مشترک خواهیم داد به این بحران به این حملات، اسرائیل هم گفت البته ما فردی هم خب هر جا لازم بشه اقدام خواهیم کرد ولی قطعا خواهیم کرد پاسخ خواهیم داد. این به اصطلاح موضوع گیری علی‌رغم این هم بازخواهی هست که اشاره کردید واقعیت باعث شده که اینها فعلا میخوان چاشنی رو بکشن و بعد به حسابش برسن. یعنی قدرت ها همه اینا رو پسندار میکنن به موقع در یه شرایط دیگه به نحو دیگه ای فرود بیان چون اونا میخوان مهندسی کنن اونا میخوان مدیریت کنن اون نه اونطور که رژیم میخواد این مسئله اتفاق بیفته. به همین دلیل الان گفتن مذاکرات سریع شروع کنیم با رئیسی و ادامه بدیم اون توافق هایی که شده بود. روحانی که یکی دیگه از این به اصطلاح آدم های بود که این دوره بخلاقی اجتماعی کنا میرفت و همون آمارها و بیران هایی هم که در مورد اسمیتی کفتی در مورد بسیلا این حرف که بهترین بچه هایی که خودش میزه خب ما بچه های جنگ بدیم ولی یه چیزی رو
نشون بده که نشون بده چقدر اینها عواملی هستند مطیع و چقدر اراده و چقدر مرعوب. چون گفته که خب خیلی مسائل دیگه، من چون خواست میگه مصاحبه بکنه خداحافظی به اصطلاح بکنه با مردم با جامعه رو باید تا به رادیو تلویزیون گفتش که با ما نمانی رسمی نکنید، با من با این جامعه طوری خیلی رسمی هم با مردم خبر کنه. در این واقع میخواد پایانش رو با اونجا در واقع هر حال این حرفش یک بار دیگه به عنوان جمله پایانیش گفتش که ما خیلی مسائل هست که نمیتونیم اطلاع بدیم، دست بالون بسته بود خیلی زاشتن. حتی ما این هستی و مذاکرین ها رو ترتیبش داده بودیم قبل از اینکه بریم این جنگ رو تمام کنیم، بحران اقتصادی رو، یعنی یه چنین اصلا صحنه رو میخواستم بیارم ولی نذاشتن. جای دیگه یخم میگرفتن و ما نمیدونستیم حرفمون رو بزنیم به خاطر اینکه وحدت مردم به هم میریخت، به خاطر اینکه آرامش به هم میخورد، به همین که کشور به هم میریخت. میتونستید یعنی اینا رو مطرح میکنم، یعنی دقیقا به خاطر اینکه به اصطلاح اوضاع به هم نریزه، به خاطر اینکه وحدت نظام به هم نریزه، مجبور شدیم یه چیزهایی تحمل کنیم، هیچی هم نگیم، سکوت کنیم. یعنی این رئیس جمهور با این ویلانش، با این مهر سکوتش در مقابل تمام مثلا کارهایی که میخواسته به اصطلاح خودش بکنه و اونا نگذاشتن، ویلانش رو به جامعه داره راه میده. یعنی ویلانش صفر، خروجی صفر، به خاطر اینکه درگیری های داخلی فلجش کردن از نظر بیان خودش. خب این هم این ترتیب پایان پیدا کرد. رئیسی هم که با وعده های سردار خرمن که یه سری خواست های فوضو اجرا خواهد کرد، مثلا یک کرونا، مثلا این اجرام از این دوی مثلا چند این مثلا یه دوم همین تورلان فلان بدارد این اجرام مثلا بودجه یکی از مثلا دوم بودجه بود در مخواد بودجه رو چیزی حل کنن که نصفش در واقع حبابیه واقعی نیست و پول چاپ کردن این استناد چاپ کردنه، چگونه میخواد حل کنن؟ این رو دیگه با ترامل کاتبینه، یعنی با موجودی که به هر حال حضرت آقا و نهایی بشه گذیره شده این باید انجام بدن که خب معلومه که چی هست چی میتونم بکنم. این هم بعده های رئیسی بود در این دهه دار که مثلا برای مردم هیچ بول برای آقا یاد نمیشه از این روشنه. در هر حال این در واقع میشه گفت کارنامه روحانی که ادامه کارنامه در واقع رهبر معظم هست، یک کارنامه از بیابی و خوشسالی وحشتناک توی من کشور، بیبرقی، بیدرمانی، کرونای وحشتناک، کشتارهای بزرگی که از جنگ 8 ساله بیشتر در عرض 2 سال گرفت به واسطه ممنوعیت ورود در واقع واکسن، در این حال بیکاری بسیار بسیار گسترده و گرسنگی و فقر و بیخانمانی و در واقع گورخوابی و قارخوابی، تا در واقع میشه گفت که شورش های بزرگی که در دو دوره 96 و 98 اتفاق افتاد، اون کشتارهای بزرگی که به خاطر در واقع سیاست حکومت اسلامی در واقع قیچی کردن و سلاخی سفره ها صورت گرفت. تو این دوره حتی اون نه فقط تمام اون به اصطلاح قولهای حقوق بشری و بهتر شدن وضعیت زنان و انتخاب زنان به مسندهای در واقع دولتی و در این حال مثلا آزاد گذاشتن اینترنت، همه چیز رو هیچ کدام رو اجرا نکرده، حتی همه چیز محدودتر شد. در این حال ما شاهد یک ایلان وحشتناکی هستیم که یک حکومتی که همه مسئولیت برگردنشه هیچ در واقع مسئولیتی رو در واقع قبول نمی کنه در این فاجعه‌ای که ایجاد شد و همه به هم پاس میدن. حالا دوره‌ای که هست از این بگذاریم، الان ما وارد دوره ششمه یعنی اوجگیری کرونا هستیم در سراسر کشور، دوره‌ای که میشه گفت کشتارهای بزرگ رو در حال سازمان دادن هست. یک کلیپی انتشار پیدا کرده بود، گفته بود چند تا شرکت خصوصی و چند تا شرکت حاضر شدن 5 میلیون در واقع واکسن رو بیارن به کیش مجانی پخش کنن که دولت
مخالفت کرده و همه هم قول و قرارهایی برای کشف و در واقع تولید گسترده واکسن هست و هیچ کدام عملی نمیشه. خیلی ها از در واقع سیاست کشتار جمعی مردم صحبت میکنن در کنار این ویرانسازی های گسترده که شورش های بزرگ رو توی داخل سازمان داده. وارد 23 روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه میشیم و هفتمین هفته اعتصاب کارگران پروژه‌ای. این اعتراضات و این چیزا رو در این شرایط چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید چه چشم‌اندازی در این دولت جدید خواهد داشت که سیاست سرکوب عریان رو که شما هفته پیش هم روش تاکید کردید در پیش داره؟ در مورد کرونا جالب اینه که وقتی خمینی می‌خواست بیاد ایران به شاه ایراد میگه به اون نظام قبلی، میگفت شما قبرستان ها رو آباد کرد. حالا اون آباد کرده بود، بله تو هم حالا انتقاد کرده سر کشت، ولی خود اینا الان این روزه روزنامه ها میدید در خیلی تنگه همین کشتار کردن قبرستان جا نیست در بین بسیلا قبرستان ها چه خبره بسیلا در بسیلا قبرستان ها و بسیلا خواهده هسته وقت تو بیمارستان ها تو راهوها این دست و پا بیماران دراز کشیدن و خیلی ها اصلا میگم این کنه برگردی جا نیست، جا وجود نداره. حالا باید بیمارستان بخواب آخرین به صلاح شرایط خطرناکی اصلا معلوم نیست که بروم این همون یا جا نیست بریم خونه. به این حکومتی که اون به صلاح شعار و فریبا فریبنده بود دیگه اون دیگه اون قبرستان ها فلان فلان بله صاحب این کارها رو میکرد، ولی شما دنبال چه هستی؟ شما دنبال واقعا این بوده که قبرستان ها رو آفاتی نکنی؟ درست اون چیزی که به اونا میگفته الان خود داره تبلورش هستن، یعنی کاملا هر روز داره قتل ها اصلاحات بزرگ میشه. آمارهای اصلا با این بوانی که از کار دیگران قبلی نابوده دیگه از اصلاح طلبان تقریبا رادیکال ناشد بوده. آمارها که چون خودش در نظام پزشکی نام هستش مسئولیت داره، آمارها که تکان دهنده بود به زبان او. خب اینو گفته که ما با چه فاجعه بسیار بزرگی مواجه شدیم و حکومت چه مسئولیتی داره، همکاری کردن و خوب انجام اینا رو کاملا مطرح میکنه. بسیار آمارها مطرح میکنه که در ایران فقط زیر 10% نزدیک به 10% سالا زده شده، حالا با آمارهای رسمی خودشون، در حالی که میانگین جهان همین واکسن ها 26% جهان. فکرشو بکن ایران یعنی کاملا در زیر کجا قرار داره؟ در ترکیه 46% انگلستان 68% عراق عربستان 52% کشورهای مقل ما. در اینکه گزارش های دیگه هم که مطرح شد گفتن که در آمارهای درونی خود رژیم مقامات رسمی که دقیقه هر 4 نفر کشته میشن، دستش مرد میشن، 27 نفر در هر دقیقه گرفتار بیماری میشن. یعنی تمام این شهرها تهران همه اینا سپر یک پدیده عجب غریبی اتفاق افتاده که در مورد کرونا که همون بحثی که گفته بود که با معین کرده بود گفته که در شرایطی که غذای سرد و دسته بیل از اندونزی آزاد وارد شدن میشه چه دلیل داره که واکسن ممنوع میشه؟ اولا به این فاجعه هم اشاره کرده به این شکل که چگونه به اصطلاح خود سیستم و رژیم دخیل در این کشتار بزن در واقعیت اینه که تازه این آمارها است که خیلی از پنها مونده. اون بیلان یکی از به اصطلاح فرش قرمزی که گفتم در مقابل رئیسی فرق کرده همین بیلانیست که او داره میاد بر این فرش قرمز قدم بکنه و به اصطلاح اینو میخواد حل کنه، در حالی که خودش اصلا مسبب اصلی همین آدم ها، همین نهاد، همین قانونی که اینو بوده صحنه همین فاجعه رو هم آفرده. پس بنابراین این واقعیتی اجنبه های دیگه مثلا وجود داره و اون مسئله جنبش و اعتراض ها که با سرکوب خشیر این که مثلا دستگیر کنگه 178 نفر وارد گزارشه خودشون دستگیر کنگه و جاهای دیگه، یعنی
سیستم فشار سرکوب اوریان البته این فشار از کارون جهانی باعث شده که اینا خیلی برای بخش های مثل مثلا کردستان سیستان خشنتر عمل میکنن کردستان باعث شده که نتونستن باید حمایت های همه جانبه در جهان و در داخل اتفاق افتاده همبستگی ها در تهران اتفاق افتاده در بسیار شهرهای اصفهان یا از جاهای مختلف که باشه همه این تظاهرات داره اتفاق میفته حتی خب این تظاهرات مسئله اینه که در این فرایند است که باید فراگیر بشه تا رژیم طلب بشه اون نقطه باید برسه اتفاق بشه ولی مسیری است که دقیقا میتونه به اونجا منجر بشه البته این رژیم جدید اومده این دولت جدید اومده باید اینو جداگانه صحبت کنیم چجوری آیا در جلوش گیر خواهد کرد یا نه خود این مسئله مهمیه ولی حالا قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم در مورد جنبش مسئله مهمی که پیوند اتحاد بین کارگران و تولید هستن دو نیروی اصلی این جنبش هستن چگونه شکل میگیره چگونه تودهای میشه تغییر یعنی یک روندی هستش تمام بسیار مسائل به این برمیگرده خب طبیعتا این از طریق متعاقل از طریق تشکلها از طریق آگاهی هایی که بسیار پیشروان و عالیم در مورد سیغل دادن و شفاف کردن مطالبات مشترک معلوم شد که مثلا آب مسئله مشترکه همین بحران اخیر خیلی خوب روشن شد مسئله کرونا و تندرستی مسئله مشترکه بحران مشترکه مسئله استبداد و سرکوب دستگیری ها همه جا عمل میکنه مسئله مشترک و درد مشترک اینا تو کاغذ موقع از مطرحی ما در زندگی هم لمس بشه و این مسیر ما داره میبینیم و چگونه مثلا بخش های مختلف کار که مثلا فولاد هم الان اعتراضاتش داره شروع میشه چگونه مثلا بخش نفت شروع شده بخش هفت هفته اینا وارد شهرها شدن یعنی اعتراضات چهارمین روز بشه داره اتفاق میفته و معلوم نیست که مبارزه در درون کارگاه ها و کارخانه ها پاسخگو نیستن باید پیشروی کرد در داخل شهرها در داخل حوزه عمومی سیاسی روستاها شهرهای دیگر و این مسئله تهیدستان و مسئله کارگران پیوند خیلی مهمه بسیار تعیین کننده این تعیین خواهد کرد که نحوه پیشروی انقلاب ایران بخصوص که اگر اشاره کوتاهی هم بکنم تهیدستان امروز به قدر مقایسه با قیام انقلاب بهمن به فرقهای خیلی جدی هم داره مهمی هم داره اونجا خب اجداها بودن در اجداها کنده می شدن تا آشیه های شهر جا می گرفتن و خب جذب سیستم نمی ترسن بشن و در حلبی آباد ها برحال داشتن شکل می دادن خودش خب خیلی نقش داشت در انقلاب بهمن این شرایط اون موقع در بطه خود مصرف دلیل آزاری که شرایط اون موقع بودید داشت ازش استفاده کرد خیلی استفاده هنوز دست مذهب و روحانی رو نشده بود این موقع خودشون مدعی معترض بودن رازده بودن این مسئله ولی الان این دستان کاملا از این ساختاری و منشه ایشه ها شد تفاوت خیلی مهمی داره رو مقابل بخش از روستاها هستن که ازیز با اینترنت اینا سر کار دارن که ازیز فرق میکن با روستاهای این موقع ولی روستاها هم دارن با بی آبینا قبل از همه در تیزدست نابودینا قرار بگن از خودشان میدونیم که اینها به اصطلاح واسه اینجا مثلا مزارع کشاورزان دامداران همه اینا اون دستکش میشن متلاشی میشن اینا یه بخشی هستن ولی بخش مهمتری هستن که عباره از تحصیل کرده ها جوانان تولیده است فاقد آینده اقشار متوسط اروپایی که متلاشی میشه زندگیشون به سرعت بعد در این دو قطعی پدر و سرزت بیتران اینا دارن در واقع به سخته میشن شدن یعنی الان پس بنابراین بخش های حتی تحصیل کرده ها دیپلوم بالا بسیار لیسانس حتی دکترا هستن در این بخش های تولید دستان که از صحبت کنیدن ورشکست میشن در افتاده پس بنابراین تولید دستان امروز این تولید دستان اون موقع نیستن تولید دستان هستن که با شبکه ها سر کار دارن با امروز سر کار دارن و دنیای امروز سرکار دارن یعنی میخواهم به تویدستان به هیچ نمید بسیار تویدستان و کارگران بخش بسیار مهمی دارن و نیروی بسیار قوی و انگیزه های بسیار قوی چون چیزی برای از دست دادن ندارن داره اتفاق میفته
و باید اینا بتونن در واقع اتحادشون رو در شکل‌های مختلف رو الان می‌بینیم علاقه های واسط اینا باید پرداخت بشن و تبدیل بشن به پنجام خودشون که کل به اصطلاح نیروهای در بر بگیرن و بیارن بسیط کن سهره در اون صورتی که به شکل رادیکالی توازن علیه رژیم به شکل به هم خواهد خورد و الان ما یک دوره انتقالی به این وضعیت هستیم البته رژیم هم فرها تاکتیکها و بدلهای خود داره. شما از این دوره انتقالی از وضعیت گفتید چون در واقع اشاره کردید به هم اعتصاب کارگران در واقع هفت‌تپه، کارگران نفت، کارگران فولاد، پیوستنشون، در واقع اعتراضات مداوم بازنشسته ها و تشکل‌های وابسته کامیونداران، دامداران، کشاورزان که به طور مدام در واقع زندگیشون در واقع واقعاً به یک جهنم سوزان تبدیل شده و بی‌آبی به شکل وحشتناکی زندگی های اونها رو متراشی کرده، بسیاری از خالی شدن بسیاری از سکنه های روستاها و خالی شدن روستاها و حتی شهرک های کوچک میگن که آب ندارن، آب و برق در واقع به عنوان نیازهای اصلی کاملا از زندگی اونها به عنوان یک چیز حقوق بشری، حقوق انسانی کاملا حذف شده. در این حال هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع تو منطقه نمی‌بینند، نه سرمایه گذاری و نه برنامه‌ای برای سرمایه گذاری در هیچ کدام از اینها نیست. جوانان بیکار و بی‌آینده‌اند و مدام این آتش سوزان برای زندگی داره بسیارانی از این جویبارها رو به هم پیوند میده. بی سبب نیست که این دفعه ما تو استانهای لرستان و بوشهر و کرمانشاه و اصفهان و آذربایجان و کرج و تهران شاهد تظاهرات های همبستگی با خوزستان هستیم که در شهرهای مختلف چندین شب متوالی به خیابان اومدن و الان در واقع باز ما شاهد هم مدام شاهد در واقع پیوستن و اعلام همبستگی های مداوم با این حرکت هستیم در یک گزینه‌ای که میشه گفت تغییر رفتن یک دولت و آمدن یک دولتیه که در واقع با چهره های خشنی مثل اژه‌ای و رئیسی ما روبرویم که در واقع نشانه های بارز همون کشتارهای دهه 60 یا به قول خود روحانی آیت الله آخوندیه که جز زندان و اعدام چیزی رو نمیفهمه و ما هم ادبیاتش و هم در واقع توی این دوره خصوصا در واقع گذار به ریاست جمهوری او توانایی های او رو در عرصه های مختلف همه مردم دیدن یک در واقع بیشتر یک کارگزار ولایت و خامنه‌ای خواهد بود که میخواد دستورات رهبر رو دستوس رهبری باشه که این در واقع در دامانش پرورنده شده. این چطور میخواد با این جنبش اجتماعی با این همه به قول معروف نیاز سوزان در واقع به زندگی پاسخ بده تو این شرایط بحرانی کرونا، شرایط بیکاری، بی‌آیندگی، بن‌بست مذاکرات با غرب و مدام بحران آفرینی هایی که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع رو یا برای فرار از این گذار از این موقعیت رو برای مردم نشون نمیده؟ ببین حکومت اسلامی اولا اینکه حکومت اسلامی الان خودش داره بسیار پرده برداری میکنه از خودش در دور دوم. این به معنی این هستش که در دور اول هم اون واژه جمهوری واژه قاچاقی بوده. حالا در وقتی در واژه شده و سعی میکنه اینو برداره ما تا خب همیشه حکومت ها سعی میکنن یه سطح مردمی و بسیار دیگه برای خودشون بسازن که بتونن تعریف بدم. ولی واقعیت اینه که حکومت اسلامی جامعه ما از اول هم باید همین موضوعی میداشت. حالا باید به طریق و اولا با توسط پرده‌برداری از فاز دوم حکومت اصلا رفت به جمهوری نداره، اصلا جمهوری خوب به دنیا هیچ رفتی نداره، یعنی کاملا داره در واقع بندناف شم همون مقدار سویی همون مقدار ریاکارانه که وجود داشت واقعی هم نبود اون هم داره میبره و تو برنامه هاش اینه برنامه هایی که حالا اگر بکنن میخوان اجرا کنن قانون اساسی هم عوض کنن نمیدونم ریاست که فلان کنن واقعی رویاه ها و سوده ها رو دارن مطاق این دولت در این هم که جامعه ما انتقالیه این دولت هم دولت انتقالی از نظر پروژه که برای خود کنید دولت انتقالی به دوره پسا خمینی و پسا خامنه‌ای یعنی پسا خمینی خامنه‌ای
اینا در واقع رهبران کلاسیک هستن. علاوه بر اینکه خود خامنه‌ای راه داره به ناچار باز میکنه برای دوره پس از خودش، در واقع برای یک دوره دیگه که با ویژگی ها و مختصات دیگه عمل خواهد کرد، یعنی دیگه به اون شکل اتفاق نمیتونه بیفته. منتهای مراتب خصلت سرکوب، خصلت بسیار تعرض، خصلت بسیار چسبیدن، چون پارادایم اسلام سیاسی به یک تعبیر رو بخواهیم تعبیر بسیار با فضای کنونی و تحولات رو به اتفاق بسته، این پارادایم اسلامی پایان خودش رسیده، یعنی در آخرین سنگر خودش داره پرده برداری میکنه از خودش و داره بخواد میجنگه، به اصلا بخواد میجنگه، حالا تلاشش اینه که بسیار خودش رو تثبیت بکنه، ولی با بحران هایی که انباشته شده و خودش برانگیخته و اساسا بحران چیزی نیست بیرون از رژیم که بخواد با اون حل بشه یا حل کنه، بحران چیزی است که زائیده و برون رفت از خود رژیم، یعنی بیرون اومده از خود سیاست های رژیم. کما اینکه الان میبینیم هیچ آدم عاقلی که یک جرأت داشته باشه موقعی که میخواد بیا مثلا ریاست جمهوری و مراسم بذاره، یک جنگ برپا نمیکنه بحران در کنار خودش همزمان در منطقه، این نشون میده که بدون این بحران نمیتونه زیست کنه. زیست سیاسیش در گلو بحران آفرینه. چرا بحران آفرینه؟ به خاطر اینکه با جامعه جهانی و جامعه داخلی هم بگیزه و جهانی هر دو این اصلا همساز نیست، چیزی برای ارائه نداره، فقط میتونه در فرافکنی در مخالفت به اصطلاح با این وضعیت خودش رو هوا نگرده، نیاز و نیروی سرکوبش و امکاناتش و غیره، که البته این هم برای خودش به سرگسی داره، چون به هر حال ازلی ابدی نیست این قدرت ها، لایزال نیست. وقتی شما بحران نفت ایجاد میکنید، بحران دیپلماسی ایجاد میکنید بین مردم و شما فاصله نجومی میشه، اون موقع دیگه شما از اون ریشه های اصلی شما توهم قدرت و تولید قدرت به خامنه‌ای و این حکومت های استبدادی تالیتر هم میشه وجود داره. یکی از بلیات و بیماری هاشونه، یعنی نمیتونه اصلا نداشته باشن چه تولید قدرت. الان خامنه‌ای رؤیا میکنه با تولید قدرت کنید، از کجا میخوان تولید قدرت کنید؟ یعنی اصلا بزن و در رو بلان کشتی رو یه پرخواد میگشت میزنن بعد قدرت تولید میکنه، در حالی که اینها به یک تعبیر دیگه ریسمانی هستن بر گلوی کشتی ترابی هستن. البته خود جامعه هم داره فشارش میگه، جامعه هم باید کارت خودش رو موقعیت خودش رو موضوع خودش رو صفتر کنید که بتونه از این وضعیت در بیاد در تقابل با این مسئله. ولی این ها این چاه رو دارن میتونن برای کشتن بحران در درین اون مطمئن خواهدیست کنن، جای دیگه من نمیتونن زیست کنن. علتش هم اینه که چیزی برای ارائه ندارن، مگر اینکه چون مثلا شما هسته ای رو در نظر بگیرید، دیدن که هسته ای رو بخواد سازش کنیم بعد اقتصاد باز بکنیم، اقتصاد باز یعنی مراوده با جهان، این دستورتی رو خواهد داد که ما به طور کامل تسلیم اونا بشیم، یعنی اگر بخواهیم این سیاست هم پیش داریم این مسابقه داریم که خب نمیشه. و همین یعنی اقتصاد بسته بدیلی هست، اقتصاد بسته یه ناکجا آباده، یعنی شما در جهان جهانی شده جلوبار بخواهد یک اقتصاد بسته رو تعریف کنیم کجا وجود داره. بله در یک زمانی که اصلا دنیا جهانی نشده بود، برای خودش مناطقی داشتن خود مختار جدا، قواعد خودش، کشاورزی خودش، زندگی خودش، عشیره خودش، قبیله خودش، این چیزهای تاریخ زمانی وجود داشته، ولی در جهانی که شما از این چنین چیزی وجود نداشته. پس بنابراین اینها ما شاهد این هستیم که اینها در یک ناکجا آباد دارن پرش میکنن، هرشی که فقط با خصوصت هم میتونم که بیارم با سرکه میتونم که بیارم که جامعه دیگه جامعه تبدیل سیستم بده و فرمانی سراسری میشه و سراسری تر کنه و داره اتفاق میفته که کشمه خودشون هم میدونه. پس بنابراین یوز با تیز کردن شده، ولی اینو باید خونسا کرد، اینو باید در واقع ایجوله کرد، در واقع شکاف های گرمی رژیم و تشکیل کرد، این و این جبهه مردم کارگران زحمتکشان تولیدستان و بخش های روشن و جامعه بسیار اونها که به حال آگاه ترن، یک مجموعه قوی سراسری باید شکل بگیره که این طوری
که بتونه در واقع رژیم توازن قوا اسلام به هم بزنه که رژیم از درون بپاشه. الان خامنه‌ای اومد بلا واسطه همزمان با این ماجرا صحبت هایی که با رفسنجانی کرده بود گذاشت بیرون مردم، سالو پخش نکرده بودیم هفتش ده سال عرصی بوده دعواها و مناقضات نه، حالا چرا پخش میکنه؟ در روز هم میخواد بگه که ببین حرف هایی که اون میزد و دیگران میزنن حرف هایی که من ده سال پیش زده بودم حالا دارم اجرا میکنم یا نمیذاشتم، حالا دارم اجرا میکنم. معنی شده که میخوام با دنیا بجنگم با و همین دلیل خامنه‌ای تو همین صحبت هاشم گفت قبلش هم گفت اینجا چیزی به دست نخواهد اومد، مذاکره بی مذاکره و دقیقا هم از منافع خودش میخواد حفظ کنه عقب نشینی نکنه درست میگه، بخاطر اینکه این برنامه این همه این منافع که اینا بر خودشون پیش کردن این مافیا مافیا اقتصادی سیاسی با قاچاق میکنه. چرا مثلا FATF رو الان میگن دیگه اجرام نمیخوام بکنم حتی با رئیسی نخواهند کرد؟ به خاطر اینکه میگن که اون موقع تو پولشویی باید دیگه نمیتونید باید پولشویی کنید و نمیتونید دست مسته بشه ما نمیتونید یه زمینی کار کنید باید گزارش بدید اصلا برای چی کار کنید دیوانه هسته دیگه آمریکا تضمین بده. خب آمریکا بخواد تضمین بده دیگه آمریکا اصلا خود قانونش و مجلس و شوراش و خامنه‌ای گفتید تضمین نده نمیشه. این مرز یعنی درست هم هست کاملا، چون تضمینم نده یه سال دیگه اصلا شرکت ها برای توافق کنن نخواهند اومد، خاطر اینکه تعریش معلوم نیست کدوم رئیس جمهوری میاد یا خود بایدن که دیگه عقب میزنه یا کدوم دینا میاد، اصلا هر لحظه شده هست همین تجربه دیگه میگه بقول معروف اتفاق افتاده دیگه تجربیات نیست، اصلا معلومه چرا به این نقطه رسیدیم و راه پیش اصلا اینجا بشنم بمبست. یعنی شما در مذاکره آنی داری الان جامعه ما اینطوری متاسفانه رژیم یعنی به اینجا رسونده نه در عدم مذاکره بنبست این میزن، یعنی رژیم رسیده به پایان خطه تو راهی نداره فقط فراره، چون اون چیزی هم که به نام پارادایم اسلامی داده سوزونده رفته هیچ محتوای دیگه وجود نداره، حتی اون مختار که میتونست تعریف بده و همپوشانی ایجاد کنه و فرض بر این بشه یکی فکر کنن که دارن حرفا اینا رو میزنن تو جامعه یا هم پوشان اصلا اونا میگه تمام شده. پس بنابراین کلن خلاله کلن اقدامه کلن قیابه هیچی نیست بلحاظ برنامه بلحاظ اینا پس این وضعیت از مبارده بهش میگم بنبست. جامعه باید بتونه برای این بنبست راحل های قاطع و سریع پیدا کنه، چون ریتم بحران و ریتم حوادث هم بسیار مهمه. رژیم برای بقا خودش تا موقعی که احساس قدرت میکنه تا موقعی که فکر میکنه فرمانده ارتشه، فرمانده پهپادهاست، فرمانده این نفت و پول و این مافیای اقتصادی هست، اینها رو خرج خودش میکنه، خرج بقای خودش به همیشه که داره میکنه. این واقعیت تفریز که بنبسته باید ما بتونیم مثلا از اینجا عبور کنیم و این راهشون که ریتم بحران هم عبر تشکیل میشه این جبهه اعتراف کلی جامعه کارگران و تویدستان یه محرکی اصلی داشتن و لایه ها و بحث های دیگه جنبش های مختلف وقتی این کارگران زمین کنید زنان هستن، جوانان هستن، تویدستان همه اونجا هستن در این حال بحث های دیگه لایه های دیگه هم جامعه هستن، اینها باید از رژیم دارن زردی میگن آینده ای ندارن اشعار دیگه باید این بسیاری دارن در این مجموعه قوی و شیفیافتی بشه تا ما بتونیم از این بنبست داریم. این چیزی وجود نداره، بن‌بست یعنی پایان راه. اینطور جامعه همین آمادگی پیدا کرده که تا اینجا، ولی خب باید گام ها رو روند ها به این سمت بره و البته چپ و نیروها هم باید در این دسته رو اینجا بازسازی کنه. طبیعیه دیگه در واقع پیوستن این جنبش های در واقع هم جنبش کارگری و جنبش تویدستان، جنبش جوانان، جنبش های ملی در واقع ملیت‌های تحت‌سلطنت ایران، جنبش محیط زیستی که توی خودش توی اشعار اعتراضات و تظاهرات‌ها و اعتصابات نشون میده، طبعاً باید یه راهی رو برای واقعاً از این بحران و از این بنبست در واقع پیدا بکنه و طبعاً روشنه که راه سختی رو در پیش متأسفانه داریم. در پایان این در واقع متأسفانه همسایه شمالی ما در حال سقوط است، در دست آدمخواران طالبانی
آدمخوارانی که در یک پروژه در واقع دیوار سبز بوش ریگانی وارد شدن به منطقه ما و با حمایت‌های مالی سعودی‌ها و قطری‌ها و در واقع قطری‌ها و پاکستان در واقع دوره‌ای از فاجعه رو برای منطقه ما سامان دادن. پس از 20 سال در واقع اشغال، پروژه اشغال با پروژه در واقع سقوط شهرها به توسط آدمخواران اسلامی تکمیل میشه. ما شاهد گزارشات بسیار تکان دهنده از شهرها و شهرک ها و روستاهای هستیم که توسط طالبان اشغال شدند و معلمان و فرهیختگان و شاعران و مخالفینی که به دار آویخته شدند و تیروار گذاشت در واقع بسته شدند، از کشتارهای جمعی، قتل عامهای وحشتناک و ایجاد هراس همه جا سخن هست و متاسفانه آن چیزی که وجود نداره عکس العمل واقعی و روشنی علیه این جنایته. تمام دولت‌های غربی و منطقه ما از دولت جمهوری اسلامی تا دولت پوتین و چین و پاکستان همه تا حد زیادی در به آغوش کشیدن رهبران طالبان با هم به مسابقه در واقع به مسابقه رفتن و این مسابقه خونین با مرگ یک نیمه دموکراسی نیمه لیبر در واقع فضای باز اونجا افغانستان روبروه و کشتارهای بزرگ. ارزیابیتون از این قضیه چه هست؟ افغانستان به کجا میره؟ داستان خب به سمت فاجعه داره میره. خب این هم دلائل خودش داره، شرایطی که اینجا رسونده، شرایطی میشن که از آسمون نازل شده باشن اشکاره در طول تمام به دهر اینا روایت شد برسته و اینا ها خیلی علمی داره. الان آمریکا به هر قیمتی میخواد مثلا از منطقه از رسمت به سنابی مستون توسید وضعیت میکنن و خبره خودش از افغانستان به چه بیرون، از عراق به چه بیرون و ایران و خود فرمیانی ها و بحثی ها میانی که سرها رو چه در افغانستان چه در اونجا همین جهت وارد میکنن و همین راستا و دولت بایدن هم به هر حال میخواد این سیاست بیدن برای این دفاع بیدن که آمریکا در واقع رقابت اصلی با چین و مناطق دیگه ای هست که این خاورمیانه دیگه برای اون چیز قبلی نداره. این آمریکا دیگه سازوکارگان بزرگ نفت و گاز دیگه در گذشته ها تو خاورمیانه اینقدر حیاتی براش بود، الان بیشتر باید حمایت کنه، تدارکات برای منطقه داشته باشه تا مثلا بخواد این نفت و فلانا رو برای داخل مهم نیست براش. البته کمپانی هاش که بسیاری دارن ولی داخل خود آمریکا احتیاجی به نفت نیستن. اهمیت این استراتژیک منطقه برای آمریکا نسبت به گذشته ضعیف شده. البته این معنی است که اسرائیل و عربستان اصلا مهم نیستن و برای اینا نمیجنگه یا نمیجنگه چرا میکنن اونتا اولویت بندی استراتژیک اینطوری میکنه که نوع سیاست، نوع حکمرانی، نوع حکومت در منطقه تابعی است این اولویت بندی، نه اینکه حضور نخواهیم داشت یا خواهیم داشت. این بحثا نیست، نوع رفتارش درجه این که حضور پیدا میکنه. اینجاست که در این شرایط روشنی که طالبان داره میان، همون طالبانی که رفت سرنگونش کرد دوره بود، همون رو در واقع مذاکره میکنه و همون این جنایت ها رو میکنه و همون هم میدونن که از حالات این جنایت ها رو میکنه معلومه که برای اینکه بیاد چه خواهد کرد. در مورد طالبان یه مسئله خیلی عجیبی هست و واقعا فاجعه جهانی هم محسوب میشه، اینه که شما مثلا از خمینی اومد نمیدونستن اصلا خمینی چه پدیده ایه، یعنی اون اسلامی سیاسی چه هست اون موقع. خب سعی میکرده مدیریتش کنم، باز راه بیان وقتی دیدم نمیتونه اوضاع رو کنترل کنم ادارت رو مدیریت کنم، خب اونجا مسائل پیش اومده. ولی در مورد طالبان این دیگه نیست، تست شده است طالبان، جنایتاش، کارش،
همه میدونن که اون موقع اومد اون چجوری مجسمه ها رو داغون میکرد، چجوری اعدام میکرد، چجوری هر کس مخالفه به کنار دیوار میکشه تیرباران میکرد. همه اینها یا اون فرهنگ مدارس مکاتبی که را میداخت یا در مورد زنان که برخورد میکرد، این چیزهای پنهانی نیست، امتحان پس داده است. خب امتحان پس داده است وقتی روشنه دارن در روز روشنه چه کسی میاد چه کار خواهد کرد دارن مذاکراتی میکنن. دولتی هم که اومده، دولتی هم که اینقدر وابسته بشه، اینقدر فاسد هست که خود آمریکا بهش اعتماد نداره. حالا تو جاهای داره میخواد بگه من کمک هم میکنم، گفتم هواپیما میذارم اینجا بمونه مثلا. اون میدونی که الان آمریکا داره فرار میکنه، 25,000 اصلا عجیب غریبه، چی رو میخواد نجات بده؟ اونایی که براش مترجم بودن، یعنی اطلاعات و چیزهای درونی اولا ارتش اینا رو دارن، در درونش بودن، و ثانیا وسیله تومه طالبان هم خواهد که بگیرن اطلاعات یا بکشن از هر اینا رو داره خارج میکنه. یعنی اولویت آمریکا اینه، اگرم میخواد کسی رو نجات بده در این شرایط. در این چنین شرایطی ما مواجه با این هستیم که طالبان به ما این فاضله میاد و زمنان حکومت اسلامی هم در کنار خودش خودش هم به سمت ارتجاع باز جدیدتر و قلیستری نسبت گذشته داره میره، همسینختره با طالبان. در جمهوری گذشته وقتی این حکومت اسلامی هنوز یه دور دیگه بود به این، یعنی یه چیزهایی مجبور بود تو داخلش تکلیفش اختلافش با طالبان احساس نمیکرد که یکیه یا نزدیکه، حتی مقدسه نکنه. الان مثلا میدونی احساس نزدیکی میکنه، یه پایگاه بهشون داده، حمایت میکنه، میام فلان اینا، و سعی میکنه میانجیگری بکنه این داستان و مدیریت کنه داخل رو. البته ممکنه نکنه در آینده، مثلا دعواش میشه وقتی اون تصدیق بکنه فلان کنه، بخصوص که اونجا به هر داعش دیگران هم هستن، اونها حسابهای کتابهای دیگه دارن با ایران و شیعه دعوا دیگه دارن، این مسائل هست. پس بنابراین ما مشکل بسیار مشکلی در همین الان مثلا یک بریفی دیدم که در مورد پیرمند و حیات و فلان اینا مثلا حرفای طالبانی ها زدن که خود اینا اصلاف شدن، گفتن اینا از هیکل شما بونتر وارد بحث رو شد نشید حکومت اسلامی یکی گفته بود. پس بنابراین از حالا اینا میتونن تنیز بشید که ولی در این حال منافع مشترکی دارن در مقابل آمریکا. ایران یک واحدی تشکیل بده در عراق در اینجا که اینا رو آمریکا رو تراویج بده، و دولت به فاسد افغانستان هم نمیتونه به مردم نمیتونه بده و نداره. این هم یکی از جنبش دیگه تازه است، یعنی اگر اجازه میدادن این جنبش ها، همین تشکل ها، همین جنبش زنان جوانان خودشون حضور پیدا میکردن، خودشون اداره میکردن. حالا که شما نمیتونید واگذار میکنید، مذاکره میکنید، در خواهید رفت، من نمیدونم چه خواهد کردید برای اینکه از اعدام ها خود اینجا شده. الان میدونید که چی گرد گرد این شهر اون ایالت و الان یه سیاست دیگه ای که طالبان پیش گرفته ایجاد وحشت و تروریسم، یعنی شهرهای کسی دوسته ها اونها رو کنترل خود رو محرز میدونه، جاهای دیگه در بخشی از مهم از افغانستان مسلط بگیره بشه، یعنی در شهرهای بزرگ مراسم که بخشهای روشنفکر بخشهای آگاه جامعه آگاهتر زنان مقابله ها و فلان و زیادتره، اینجا شروع کرد به پیشاپیش با ایجاد ترس و ترور که وقتی که بسیار الله مثلا همین تهاجم اخیر کردن به شهر همین وزیر دفاع خواستم بگن که من قدرت این شهرها میتونی کارا بکنم، یا وقتی مثلا فلان کاریکاتور یا معلمان رو اعدام میکنن آبیزان، اینا همه بیان این است که اینا با حکومت ترور وحشت که به میاد برنامه چینه ایلانش اینه و ضمن اینکه سرمایهش هم اینه، چیزی نداره که مردم رو راضی کنه، باید که ترسونه، ترس ایجاد کنه. خب اون فاضی در همسایگی ما چکار نمیترسانه و تنها راهش اینه که جنبش قوی بشه و بتونه از خودش دفاع بکنه و دولتی که از هر چی بیشتر فشار بیاره که دوله رو جوری سازمان بده انتقال رو که جنبش ها بتونن به پای خودشون واسطن و مستقل و دفاع کنن از خودشون. قوی گرچه خیلی دیره، ولی تنها راه ایست که به نظر میره از کار اتحامی اونا رو بسید کنیم و دعای دیگه نداره. ما توی ایران هم رژیم هایی شده کنیم،
و طالبان در حال داره متاسفانه وقت نشد که در مورد دادگاه نوری حمید نوری صحبت کنیم که در هشتم همین ماه در واقع برگزار میشه در سوئد به خاطر جنایت جنگی و کشتار علیه بشریت و مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و همراهی با رئیسی و اشراقی و در واقع بقیه پور محمدی و بقیه آمران و عاملان جنایت های سیاسی جز او حمید نوری جز هشت نفریه که در واقع تناب های دار رو بر گردن بسیارانی از زندانیان سیاسی هزاران زندانی در اون سالهای تاریک خصوصا در مرداد و شهریور 67 انداخت و دادگاهش در سوئد به واسطه در واقع تلاش های پیگیر بسیارانی در واقع در حال آغاز خواهد شد و امید که این دادگاه بتونه در واقع دست و بال جنایتکاران رو در واقع ببنده و تا حد زیادی اونها رو متوجه کنه که جنایت بدون عقوبت نخواهد ماند. قطعا ما هفته دیگر باز در این باره صحبت کنیم، متاسفانه زمان نشد که و این فرصت از دست امروز نداره. درود بر شما، تغییر روز به گرام. منم همینطور.